سمت چپ هم دقیقا همین شکل رو دارید. نگاه، خب فیشر ماینور که ندارید سمت چپ، این میشه قسمت آپر دیویژن لف آپر لوب، این میشه لوئر دیویژنش که لینگولا هست. دوباره فیشر اوبلیک رو ببینید اینجا، یا فیشر میجر، اینجا میشه انتیرو سگمان لف لوئر لوب. یعنی الان این محدوده لف لوئر لوبه. اینو دقیقا رو عکس ها به شما نشون میدم. یه مطلب دیگر در نمای پوستریور دقت کنید، اوبلیک فیشر از کجا شروع میشه؟ نگاه، مهره 3 یا مهره 4 خیلی بالاست. نگاه، این باعث میشه که شما اگر یه زاویه تو اپیکال سگمان لوئر لوب داشته باشید، یعنی اینی که بنفش افتاده، این سوپریور سگمان لوئر لوب یا اپیکال سگمان لوئر لوب، اگر یه زاویه اینجا داشته باشه تو اکسری خودشو خیلی بالا نشون میده. یعنی شما فکر می‌کنید به احتمال قوی تو رایت آپر لوب خواهد بود مثلا، در صورتی که در سوپر سگمان لوئر لوب. این دو مطلب رو به ذهن داشته باشید. بریم تصویرا رو ببینیم. حالا تصویرای شماتیکش رو روی چست ایکس ری ها نگاه، این محدوده محدوده رایت آپر لوب، این در رخ، این در نیم رخ، این میجر فیشر، این ماینر فیشر. دقت بکنید ماینر فیشر محلش اینه که اینجا از هایلوم شروع میشه، توی این ناحیه مید اگزیلر میاد رو دنده پنجم یا ششم در مید اگزیلر. این محل ماینر فیشر. این شما وقتی چست ایکس رو میبینید، یه چست ایکس نرمال رو میبینید، وقتی میخواید محل ماینر فیشر رو تعیین بکنید، میگید دنده 1, 2, 3, 4, 5 پنج رو میاد رو مید اگزیلر، مید اگزیلر رو از هایلوم میگی جای تقریبی ماینر فیشر اینجاست. یعنی از اینجا به بالا آپر لوب، از اینجا به بالا میده رو. درست؟ و اگه بشون تو مدینه مریض بگن رایت میده لوب مریض دخ کن، شما باید بیاید رو استرنالنگل دنده دوم رو تشخیص بدید، سوم، چهارم. به نده چهارم در قدام که برسید، اونجا محل ماینر فیشره. یعنی فیشر ماینر در مید اگزیلر رو دنده 5 یا 6 اما در انتریور رو دنده 4. نگاه، این میشه ماینر فیشر. میاید پایین دنده 6 اینجا میشه انتهای رایت میدل لوب، این محدوده میشه رایت میدل لوب. یعنی اگه به شما الان تو معاینه یه مریض بگن رایت میدل لوب این مریض رو دخ کن یا گوش بده، شما دقیقا باید اینجوری بکنید که دنده استرنال انگل دنده 2, 3, 4 چهارم یعنی فیشر ماینر، تا دنده ششم که پایین ریاتونه در واقع در قدام، این محدوده میشه رایت میدل لوب. اگه یکی خدای نکرده برید اینجا رو گوش کنه خیلی بده ها. یعنی اینجا اصلا ما نداریم رایت میدل لوب. یعنی اگه یکی رایت میدل لوب بگیم گوش کن یا دخ کن، اینجا این خیلی زشت. حالا محل رایت آپر لوب نگاه، این ناحیه است بالای ماینر فیشر، توی عکس نیم رخ هم اینجوریه. نگاه، میجر فیشر اینجاست، از مهره حدود T3 میاد به قدام و ماینر فیشر اینجوریست. نگاه، در قدام به دنده 4 میخوره، در مید اگزیلر به دنده 5 تا 6. این محدوده رایت آپر لوب. بریم محدوده رایت مید لوب رو ببینیم. نگاه، زیر فیشر ماینر اینجا رو نگاه، این همونیه که رو اون عکس شماتیک من بهتون نشون دادم که فیشر اوبلیک اینجوری میاد. در نتیجه این محدوده رایت میدل لوب نیست، اینجا اگه زاویه ببینید این تو رایت لوئر لوب، تو پشت فیشر قرار میگیره. توی اینجا هم دقیقا جلوی فیشر اوبلیک زیر فیشر ماینر، این خواهد شد محدوده رایت میدل لوب. بریم محدوده رایت لوئر لوب رو ببینیم. نگار، رایت لوئر لوب بنا شده از حدود مهره T3 T4 باشه و بیاد اینجوری تمام این منطقه و در نیم رخ هم پشت فیشر و اوبلیک قرار بگیره. درسته؟ بریم تو لفت رو ببینیم، لفت آپر لوب رو ببینیم. چون شما در سمت چپ فیشر ماینر نداری، درچه قسمت لینگولا هم به قسمت بالایی در واقع به عنوان لفت آپر لوب تقسیم بندی.
میشه. در چه بزرگترین لوبی رو که شما در ریه میبینید لف آپر لوبه. اگه یه مریضی تو لف آپر لوب پنومونی بکنه، چنان کانسولیدیشن یک دستی از بالا تا پایین میکو پیدا میکنی که فقط همین محدود آزاد خواهد موند. نگاه اینجا دوباره همون جایی که من به شما تو از شماتیک نشون دادم که این مسیر فیشر اوبلیکه، در نتیجه اینجا میشه لف لوئر لوب. پنومونی لفت آپر لوب تقریبا یه امیتوراکس رو اوپک میکنه، جزء دیفرنشال لایونزای اوپک امیتوراکس میکنه، چون لینگولان سرشه نگاه. و در نیمروخ جلوی فیشر اوبلیک هر چه دارید همه مدوی لفاپلو خواهد بود، پشت اینا خواهد شد. این الان جداسازی براتون گره کرده که من آپر دیویژن لفاپلو هم اینجاست، لینگولان اینجاست و این محدوده لفلولو پشت فیشر. خب این ذهنیت رو داشته باشید که محل لوبا اصلا کجاست. وقتی میخواید یه زاویه‌ای رو میبینید تفسیر بکنید که این کجای ریاس، بتونید با این آناتومی بتونید بگید. بریم کلاپس رو ببینیم. نگاه، بین اتلکتازی و کلاپس یک افتراق در نظر بگیرید. از نظر کلمه‌ای اتلکتازی یه طیف داره اینقدر، اینکامپلیت اتلکتازی و کامپلیت اتلکتازی. کامپلیت اتلکتازی وقتی شما بگید یعنی هیچ هوایی وارد اون قسمت لوب مثلا نمیشه بیاد بره. اما وقتی اینکامپلیت اتلکتازی میگید یعنی هنوز هوا رد و بدل میشه توی اون ناحیه، ولی یه مقدار از الولا خوابیدن رو هم یه مقدار هنوز نخوابیدن. کامپلیت اتلکتازی سینونیم کلاپسه. بنابراین اگر شما در یه عکسی بگید من اینجا اتلکتازی میبینم، اینجوری حرف زدید، یعنی ممکنه اینکامپلیت باشه، ممکنه کامپلیت باشه. اما اگه بگید کلاپس میبینم، یعنی من گارانتی میکنم که هیچ هوایی نمیره بیاد. نگاه، اگه سیاست مداران آدم خواستوش حرف بزنه بهتر بگه اتلکتازی. چایی بگه کلاپس میبینم بعد از سالون از کجا میدونی کلاپسه؟ این شما دیگه من دفنیتلی مطمئنم که اونجا هیچ هوایی نمیره بیاد. اما وقتی اتلکتازی رو استفاده بکنید اون تو دلشه، اون کلاپسه تو دل کلمه اتلکتازی. الان ما میخواییم بریم مپس اتلکتازی لوب های مختلف رو ببینیم. یعنی 5 تا لوب رو من میخوام بهتون نشون بدم. رایت اپر لوب، رایت میدل لوب، رایت لور لوب، لف اپر لوب، لف لور لوب. میخوام ببینیم اتلکتازیش تو عکس چجوری دیده میشه. بعضی رو اینجا میبینیم، کامپلیمنتری این عکس های واقعی خود مریض رو نشونتون خواهم داد. بریم برای اول از سمت راست من شروع کنم. رایت اپر لوب کلاپس رایت اپر. سرایت بلو از عکس های خودمون ببینیم میاد یا نمیاد. نه ما آهان بریم. خب بریم کلاپس رایت بلو و نگاه این فیشر مینورش. نگاه فیشر مینور بنا بود از اینجا بیاد به اینجا. نگاه وقتی رایت آپر لوب کلاپس میکنه این فیشره از این ناحیه بالا کشیده میشه، اینجوری میشه نگاه. و بین این ناحیه که اوپاسیتی ناشی از اون اتلکتازی هست با این ناحیه که ریه نرماله یه خط ول دیفایند دارید. وقتی شما همچه خط هایی میبینید یعنی این زیر فیشره. از همینجا میتونید حدس بزنید که وقتی من کلاپس لف آپر لوب نشون شما بدم همچه مارژینی نخواهد داشت، چون فیشر ماینوری سمت چپ وجود نداره که اینجوری ول دیفاین ناحیه اوپک از نرمال رو نشون بده به شما. سمت چپ همچه تصویری نخواهد. حالا میگه طبیعت کلاپس رایت آپر لوب تصویرش این شکلیه. طبیعتش این شکلیست که این فیشره که اینجاست از هایلوم به پنجمین فضای پنجمین دنده میرکزه. وقتی این کم کم شروع میکنه اتلکتازی این فیشره اینجوری میاد بالا. نگاه اینجوری، یعنی این اینجوری میشه، اینجوری میشه، اینجوری میشه و میاد این بالا کلاپس میکنه این شکلی. نگاه یه کلاپس رو ایتون تو همه کتاب و شما تیگه که ببینید اینجوری.
حالا اگر یه تومور اسباب بسته شدن تیک آف رایت آپلوب بشه، یعنی برونش رایت آپلوب بشه، یه تومور بسته شده باشه، یعنی عامل این کلاپس تومور باشه، نه مثلا یه فارن بادی که رفته دم برونش رو گرفته، اون تومور میاد اینجا، این فیشره وقتی میخواد اینجوری بیاد بالا توموره نمیذاره، فیشره اینجوری دور این دور میزنه اینجوری میشه، یه اس معکوس برشون درست میکنه، به این میگن ریورس اس ساین یا گولدن اس ساین. این اس طلایی برای ماست نه برای مریض، برای مریض خیلی سیاست این اس، چون نشون کاراکتریستیک اینه که این کلاپس رایت آپلوب به وسیله یه توموره. نگاه، وقتی شما ریورس اس میگید مریض داره، یعنی تقریبا میگید به احتمال خیلی قوی عامل این کلاپس توموره، نه یه فورم. چون اگه مثلا یه فارن بادی می بود این راست حرکت بکرد. الان نگاه، این اینجا به شما میگه در گرافی ریورس ساین کلاسیک مشهود است، یعنی یه تومور، این هم تومور شد. نگاه، این عنوان یه اس معکوس را شما بودش، یه اس خیلی خوشگلتر از این تومور تایی ما می بینید، این یه خیلی اس مولا اینو نگاه، این دیگه خیلی استفاده و این توش درست. پس کلاپس رایت آپلوب اصلا بدون تومورش خط صاف، با تومورش ریورس استوان. اینو که دیدید اصلا دیگه اگه همشه تصویر شما نشون بدن اصلا فکر کردن نره، یه بار تو عمرتون دیده باشید کاملا متوجه میشید که این تیپیک رایت آپلوب کلاپسه و به احتمال قوی با یه تومور وقتی ریورس ساین. بریم رایت میدل لوب. خب این رایت میدل لوب عکس رخش خیلی آبرو بره، یعنی شما اگه عکس رخ تنها داشته باشید از مریضتون، کلاپس رایت آپلوب رایت میدل لوب راحت میس میکنید. نگاه، این فقط، این الان یه کلاپس رایت میدل لوب تیپیکه، این فقط چیزی که روی این عکس دیده میشه اینه که مارژین آر ای، یعنی دهلیز راست که اینجا میبینید، مارژین آر ای ایل دیفاین شد، یعنی مثل سمت چپ که شما ویل دیفاین میبینید باید سمت راست رو هم ویل دیفاین میدیدید دیگه، اینجا ویل دیفاین نمیبینید، یعنی یه چیزی اینجا سیلویت ساین درست کرده. اینو دیگه سیلویت رو بلدید، وقتی یه اوپستی میاد کنار مثلا قلب قرار میگیره یا هر چیز دیگری، اونو محو میکنه، اون ویل دیفاین بودنه ایل دیفاین میشه. شما فقط مثلا من اگه این عکس رو ببینم، من مطمئنم که در رایت میدل لوب این مریضی مشکل هست. نگاه، اما نمیتونم روی این اصلا بخونم که این مثلا در سگمان داخلی رایت میدل لوب یه ذره مثلا کانسولیدیشن چیزی بده شده که این سیلویتش کرده یا کلاپس کرده. حالا نگاه، عکس نیمروخش خیلی تابلوست، یعنی عکس نیمروخ تیپیک تیپیک این فیشر اوبلیکه، این بالایی فیشر ماینر شماست هوریزنتال، یعنی الان فیشر هوریزنتال شما که از اینجا باید میومد به چهارمین دنده قدام، وقتی رایت میدل لوب کلاپس کرده اینجا پا شده اومده اینجا، تمام رایت میدل لوب شده همین تصویر. نگاه، این خیلی تیپیکه برای کلاپس رایت میدل. بنابراین یه چیزی که نگاه، اصل اینه که یه پزشک راضی بشه با عکس رخ تنها با مریضش جلو بره خیلی خطرناکه. برای همین مثلا امکان نداره من یه مریضی وقتی میاد پیشم که نمیدونم این اصلا کجای ریش مشکل داره، امکان نداره عکس رخ تنها بنویسم، حتما رخ نمی رخ بنویسم، برای اینکه یه سری مناطق اصلا هیدنن، مثلا این پشت دیافراگم اینجا هیدنه، این اینجا مشخص میشه که این اینجا مشکلی داره یا نه، ولی تو رخ توی این نایه قرار میگیره، هیدن ایریاس انطقه پنهان چیزی دیده نمیشه. و نیم رخ خیلی به من کمک میکنه که من خطا نکنم تو تفسیر عکس رخم. نه؟ کلاپس رایت میدل لوب عکس رخش خیلی مشکلاتش کمه، خیلی راحت میس میشه، ولی عکس نیمروخش خیلی راحت و تیپیکه. نگاه، شما اگر کانسولیدیشن در رایت میدل لوب پیدا کنید، یعنی مثلا یه پونومونی در رایت میدل لوب،
تصویر اینجوری نمیشه ها. فیشر هورایزونتال سر جاش میمونه، فیشر اورتیک سر جاش میمونه، این ناحیه اوپک میشه. اون میشه مثلا کانسولیدیشن رایت میدلوب، یعنی یه پونمونی داره. ولی وقتی که ادلکتازی پیدا میشه فیشر اوبلیک اینجا، فیشر مینور اینجوری میاد اینجا و تمام رایت میدلوب میشه. این دو نما با هم دیگه خیلی فرق. بریم کلاپس رایت لوئر لوب. من رایت اوپر رو گفتم، رایت میدل رو گفتم، بریم رایت لوئر لوب. خب این کلاپس رایت لوئر لوب، کلاپس رایت لوئر لوب تشخیصش خیلی راحت. نگاه، این فیشر شماست، این فلش هم نشون میده رایت لوئر لوب کلاپس که میکنه میاد پایین قرار میگیره. این فیشر خیلی راحت به شما میگه من رایت لوئر لوبم کلاپس کرده، باز با یه مارژن خیلی واضح این فیشر اینجاست. لفت لوئر لوب کلاپس که میکنه تشخیصش یه مقدار سخت. رایت لوئر لوب نه، رایت لوئر لوب خیلی راحت تشخیصش. لفت لوئر لوب که کلاپس میکنه میدونی چه سخته؟ چون میره پشت چیز باید میسته. مثلا که قربون شما برم خیلی بفرد زده باشه مذرم. نگاه، لفت لوئر لوب کلاپسش مشکله به دلیل اینکه لفت لوئر لوب وقتی کلاپس میکنه میره پشت الوی قرار میگیره، پشت بطن چپ قرار میگیره توی این ناحیه. بریم یک کلاپس لفت لوئر لوب ببینیم، بعد با رایت لوئر لوب مقایسهش کنیم. این کلاپس لفت لوئر لوب یه سخت تشخیصش، چون این سایه قلبه، این مثلثیه که لفت لوئر لوب کلاپس کرده رفته این پشت قرار گرفته. بعد حالا نگاه، اتلکتازی ها یه دایرکت ساین دارن، یه این دایرکت ساین دارن. این مالا همه لوب هست. دایرکت ساین اتلکتازی یعنی همون هایی که اوپسیتی رو داری میبینی، لیوه خابیده رو هم دیگه، لوب خابیده اونجا میشه دایرکت ساین. این دایرکت ساین به اونایی گفته میشه که ناشی از اون کاهش حجم اتفاق میفته، یعنی مدیاستن میکشه اون سمت، دیافراگم میره بالا، فواصل بین دندان کم میشن، یعنی سه طرف ریه داخل زیر و اطراف همه میان که این کاهش حجم رو جبران کنن دیگه. نه، به اینا میگن این دایرکت ساین آف اتلکتیزم. حالا نگاه این جمله رو دقت کنید، کلاپس یک لوب میتواند با علائم این دایرکت همراه باشد. دقیقا میبیه تو جمله ای که نوشته شده، یعنی چی؟ یعنی ممکنه که نباشد. مثلا همین مریض رو نگاه بکنید، خیلی علائم این دایرکت اتلکتازی توش نیست. دیافراگمش تقریبا سر جاشه، فواصل بین دندهش خوبه، یه ذره شاید قلبش شیفته این بره، البته مارژین آر ای اینجا دیده میشه، این مارژین آر ای هنوز، یعنی شیفته قابل مثلا تراشش نگاه شیفته قابلی نیست. یعنی شما از رو علائم این دایرکت نمیتونید بگید. وقتی کلاپس ها یه مقدار طول میکشن، اون لوب دیگه جبرانی هایپر اینفلیت میشه، جاشو میگیره، در نتیجه شما خیلی علائم این دایرکت اتلکتازی ممکنه نبینید. درست شد؟ بریم یه عکس از خودمون ببینیم لفت لوئر لوب از مرزای خودمون. بازم اون خیلی خیلی کلاسیک تر از این شاید باشه. این الویشه، این تصویری که داده شده درست کرده، این لفت لوئر لوب که رفته پشت کنه این بسه. چون در نگاه اول ممکن فکر کنید قلب اینه، اینجوری نه، الوی اینه، سایه قلب اینجاست، این سایه لفت لوئر لوب کلاپس کرده. دیاف رو نگاه کنید، حتی دیاف این بر این بر پایین تره، فواصل رو این بنده کاملا رو که توش کاملا اوکیه، یعنی هیچ کاش هرچی توی یه طرف دیده یعنی علم این داره در دردش توش نیست. این عکس فکر میکنم دو دفعه سوال امتحان آسکی بوده.
قلاب سلفلولو که یه مریضی اومده با سرفه و امافتیزی و یه زایه داخل بونشان ممکنه اون مالیگنانت باشه، ممکنه بنان باشه، ممکنه مریض تومور کارسینوید داشته شده اومد خواهد لفلولو بهش طول هم کشته باشه آقا تا این کلاپس اتفاق افتاده باشه. نه پس نگاه اون چیزایی که خیلی میس میشه، یک لفلولوه که جمع میشه پشت قلب، دو رایت میدلوبه که میاد کناره راست قلب قرار میگیره، تو عکس رخ چیز عمده نشون نمیده، تو نیم رخ خیلی خوب نشون میده. درست؟ این کلاپس لفلولو، نگاه کلاپس رایت لولو اینجا خودشو نشون میداد، یعنی نمیرفت پشت قلب، در نتیجه شما راحت میدیدید، ولی لفلولو رو خیلی راحت میس میکنه آدم. خیلی هم زشته اینا میس که میشه، چون این دست مریض عین چماق که میدونه مثلا یه مدت دیگه که میاد شما این عکس دستش کاملا معلومه که شما نیدید میس کردید دیگه، یعنی تومور اونایی مثلا میس شد. خب بریم کلاپس لفت آپر لوب رو ببینیم. لفت آپر لوب رو من تو عکس خودمون نشون دادم، یه عکس تیپیک از لفت آپر لوب. یه اوپاسیتی تو لفت آپر لوب علامه این دایرکت اترکتازی دو تا توش هر، یعنی یه چیزش توش هست مقصد شیفت مدیاستن میشه. الان مسیر ترشم اون اینجاست، آر ای اومده رو مهره ها نگاه، آر ای باید اینجا باشه، این کاملا شیفت ایپسی در شال مدیاستن توش پیداست. یه او بسته تو رفابلو که مارجین شارپ نداره، نگاه در سمت راست شما یه مارجین کاملا شارپ میگیری که مال اون فیشر ماینر رو، در سمت چپ مارجینه کاملا ایدیفاینده، این میشه یه اوپسیتی. نگاه این عکس رو وقتی برای شما میذارن تو یک همچه چیزی خیلی تابلوست دیگه، این میس که نمیشه لفلولو همون که میس شه، این میس نمیشه. وقتی برای شما اینو میذارن بعد شما گیر میکنی که الان چی بری میسی، فرض کنسا تو امتحان آسکی نشستید یه همچه چیزی گذاشتن، نگاه شما اولین چیزی رو که نگاه باید بنویسید اوپستی لفاپرزون، تمام، به اضافه کاهش حجم. خب حالا همیشه تو ذهن شما میاد که این یه پنومونی اونجا یا یه کلاپسه. نومونی هایی که کانسولیدیشن هست رو تو مقبس بعدی بهتون میگم، کانسولیدیشن این است که باید ایربرونکوگرام درش دیده شه. نگاه فرمول اینه، اگر ایربرونکوگرام در یک اوپسیتی ویزیبل بود اون اوپسیتی کانسولیدیشنه، اما اگه ویزیبل نبود معلوم نیست کانسولیدیشنه، یعنی ممکنه که شما در سی تی اسکن یه فاین ایربرونکوگرام ببینید اما در چست ایکس‌ری نبینید، در نتیجه اونوریش حتمیه، یعنی اگر ایربرونکوگرام دیده شد یعنی اون اوپسیتی کانسولیدیشنه، اما اگه دیده نشد معلوم نیست. این الان ایربرونکوگرام توش دیده نمیشه تو این اوپسیتی، پس تا اینجا هنوز نمیشه قطعی گفت این کانسولیدیشن نیست. بعد باید ببینیم اگه این یه پنومونی لفاپرلو باشه تو پنومونی حکم حجم چجوریه، حجم اون قسمت، یعنی وقتی یه لوب پنومونی میکنه آیا افزایش حجم پیدا میکنه، کاهش حجم پیدا میکنه، حجم تغییر نمیکنه، چجوری میشه؟ نگاه هر سه جورش ممکنه. هممون مثلا اینو به صورت سنتی یاد داریم که مثلا در بعضی از پنومونی ها مثل پنومونی کلپسیلایی اونقدر ادم زیاد هست در اون لوب که لوب افزایش حجم پیدا میکنه، یعنی اگه در رایت اپ لوب باشه فیشر رو پایین میزنه، کانوکس میشه فیشر ماینر شما، پس افزایش حجم به دلیل ادم در ناحیه پنومونی ممکنه تو بعضی از پنومونی اتفاق بیفته، کاهش حجم ممکنه اتفاق بیفته. چه جوری؟ همون خلط و ترشحاتی که تولید میشه میاد اونقدر غلیظ بعضی وقتا میشه که مدخل برونش رو یه موکوس پلاک میبنده، این یه زاویه اندوبرونکیال بند میکنه که شما مجبورید برید با برونکوسکوپ، بعضی وقتا اونقدر خلط غلیظه که ساکشن نمیشه، مجبورید با پنس بکنید اون موکوس پلاک رو. در نتیجه بعضی وقتا هست که پنومونیا به دلیل اون ترشحاتی که میاد تو برونش به صورت موکوس پلاک گیر میکنه کاهش حجم میده، برای همین رادیولوژیست توی حالت میبینیسن کلاپس کانسولیدیشن دیده میشود، یعنی من ایربرونکوگرام میبینم کاهش حجم هم میبینم. نه الان من برای این عکس ایربرونکوگرام نمیبینم، یعنی باید تو اونجا بنویسم که اوپسیتی لفت آپر زون بدون ایربرونکوگرام
با شیفت ایپسیلترال مدیاستن تشخیص اول این کلاپسه، تشخیص اول این کانسولیدیشن نیست. درست شد؟ اگه ایربونکوگرام رو دیده بودم با نمیشم ایربونکوگرام داره، برای اون یه کانسولیدیشن کاش حجم هم توش هست، بنابراین کلاپس کانسولیدیشن. من مبحث کلاپس رو کامل گفتم، 5 تا لوب رو صحبتش کردم. بریم کانسولیدیشن.